آقای رجعی، پیش از هر چیز اینو ازتون بپرسم که واقعا چقدر حوثی ها خودشون آتش به اختیارن، قائم به ذات دارن عمل میکنن، چقدر واقعا متاثر از آن چیزی هستند که از تهران به اونها گفته میشه؟ سلام. این قبل هر چی باید به وجود حوثی ها نگاه بکنیم شروعشه، یعنی تشکیل این گروه دمیده شده و تنیده شده با جمهوری اسلامی. یعنی حسین الحوثی، برادر عبدالملک حوثی، یه کسی بود که خیلی به خمینی رو دوست داشت، اومد. اما اینا چون زیدی بودن، زیدیه خب با شیعه مقداری فرق میکنه ولی عقاید رادیکال تری دارن، خیلی جهادی ترن، خیلی افکار اینا هر کسی که مثلا قیام بکنه، جهاد بکنه بهش میگن امام، امامه برای زیدی ها. جمهوری اسلامی خیلی اینها رو جدی نگرفته بود، اما در دوره‌ای که اینها جنگشون رو با علی عبدالله صالح توی پنج جنگی که توی 2006 تا 2011 داشتن، جمهوری اسلامی اومد به اونها کمک کرد، به اینها تسلیحات داد و اینها رو ساخت. یعنی شما اگر حوثی ها رو از نزدیک مثلا سال 2010 دیده باشید، یک سری افرادی بودن که طالبان نسبت به اونها بسیار متمدن حساب میشد. یعنی افرادی بودن بسیار رادیکالی، تلویزیون نگاه نکنن، خیلی اینها رو اومد ساخت. یعنی اینی که مثلا نگاه میکنیم حماس یه گروهی که وجود داشته، جمهوری اسلامی اومده و با اون یعنی همکاری کرده، تعامل کرده و بعدن شده یکی از نیروهای نیابتی و همکار جمهوری اسلامی. اما این گروه رو از صفر تا صد ساخته، به خصوص یعنی عبدالملک حوثی رسیده به یه جایی که امروز داریم نگاه میکنیم. قبلا هم عرض کردم، یعنی مثلا عبدالرضا شهلایی تا بگیریم همین رادان، اینها رفتن اونجا برای اینا ساختار درست کردن بعد، و اینها هم حکومت گرفتنشون هم خیلی شبیه طالبان بود. یعنی اینها هم اومدن رفتن پایتخت رو به اون شکل گرفتن. یعنی اینها، این مقدمه رو عرض کردم که این رو بگم، امکان نداره. یعنی وجودی اونها این شکلیه که اونها تمام تار و پودشون به جمهوری اسلامی وابسته است، همه چیزشون کپی برداری از حزب الله، کپی برداری از جمهوری اسلامیه، حتی صحبت کردنشون. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی الان میخواهد با کارت حوثی ها بازی بکنه به چند دلیل. دلیل اولش اینه که میخواد فشار رو از روی حزب الله برداره، چون حزب الله رو میدونه که خیلی نمیتونه حزب الله وارد میدون شه، چون پاسخ اسرائیل سخت خواهد بود. اینجا حوثی ها رو میفرسته وسط. دوم این که نگاه به عملکرد حوثی ها که نگاه میکنیم، عرض کردم امضاهای جمهوری اسلامی پاشه. یعنی همین کاری رو که الان حوثی ها کشتی گرفتن، نوع کشتی گرفتن، نوع اینها، کارهایی که جمهوری اسلامی قبل 7 اکتبر تو این سالها میکرد. یعنی اصلا یکی از کارتهایی که جمهوری اسلامی برای اینی که مثلا تو مذاکرات تو بحران که میرفت، اینه که امنیت حمل و نقل رو گروگان بگیره. این نشانه ها رو میذاریم کنار هم، از اون بر اخباری که وجود داره رو بیشتر بعد میتونیم ببینیم. مثلا یک کسی وجود داره به نام الاحزاری که اون در کنار آقای حوثی وجود داره و اون قبلتر هم فکر میکنم آمریکا اون رو در گذاشته در لیست تروریست. کسیه که خوب ساختار دارن در تهران، در پادگان دارن، فعالیت میکنن. جمهوری اسلامی، یعنی اونها تمامی کارهاشون شبیه جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی دستور میگیرن و نوع کارهاشون، نوع فعالیتاشون چیزهایی که جمهوری اسلامی قبلا تمرین کرده، قبلا انجام داده، از گرفتن کشتی، از گرفتن انجام دادن مثلا ناف چقدر فاصله داشته باشه، کدوم کشته، اینها چیزهایی که نیاز داره که اینها تجربه کرده باشن. جمهوری اسلامی این آر باهاشون هماهنگ کرده باشه. اینها نیروی هوایی ندارن، نیروی پهپادی که اونجوری که ادعا میکنن وجود نداره. پس برای همین اینجاست که جمهوری اسلامی باید پشتیبانی محکمی از اونها بکنه. آخرین نکته هم در موردش اینه که خب همه دنیا میدونن که سلاحایی که برای حوثی ها میرفت جمهوری اسلامی میفرستاد، اونها میدونن که اونها در ایران پادگان دارن و همه میدونن و جمهوری اسلامی هم میدونه که اونها هر کاری بکنن در نهایت هزینه‌اش رو جمهوری اسلامی خواهد داد. پس هیچ گروه نیابتی نمیتواند مستقلا کار رو انجام بده وقتی که بخواد برگرده به سمت جمهوری اسلامی. توی قصه هفته آقای رجبی، آیا این دو تا نکته متفاوت نیست؟ من متوجهم که میفرمایید که
شکل‌گیریشون، تقویتشون، آموزششون، تکنیک‌هاشون، تجهیزاتشون، اینها بخش قابل توجهش از جمهوری اسلامی تامین شده. اما الان در سیاست‌گذاری، در اینکه مثلا فلان کشتی که داره از دریای سرخ عبور میکنه رو آیا بگیریم یا نگیریم، فکر میکنین این رو با تهران هماهنگ میکنن؟ بله، یعنی من عرض کردم این اداره شون هم الان توسط جمهوری اسلامیه. تو همون فرودگاه صنعا یکی از دلایلی که به اونها اجازه نمیدن خیلی پرواز بلند بکنن اینه که تو همون فرودگاه گزارشاتی وجود داره که نیروهای حزب الله لبنان هستن که اصلا اداره میکنن، فرماندهان و سیاستگزاران اونها هستن. شما نگاه بکنید هر وقتی که میخواهد اتفاقی بیفته، موضوعی پیش بیاد، یکی از اونها میره مثلا تو وزارت خارجه دیداری میکنه. همین چند وقت پیش امیر عبداللهیان رفت و مثلا سیاست گذاری هاشون رو کسی در وزارت خارجه است به نام علی اصغر خاجی که حتی نماینده سازمان ملل هم که میخواد در مورد موضوع یمن صحبت بکنه میدونه که باید بره با او صحبت بکنه. یعنی سیاست من ارزان به اینه که نه فقط اینی که تسلیحشون کرده، اداره حوثی ها با جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه برگردیم به گذشته، حوثی ها الان دارن تلاش میکنن دولتمند بشن. در واقع اصلا اونها سیاستمدار نیستن که بخواهند مثلا خودشون تصمیم بگیرن یا انجام بدن. حتی اداره سیاست های داخلیشون رو هم یا حزب الله لبنان اداره میکنه یا جمهوری اسلامی. خب این رو ممکنه در افکار عمومی در نماز جمعه یا در یک سخنرانی مقامات جمهوری اسلامی، اگر اینطوری که شما میگید باشه، بیان بگن که نه ما پشتشون نیستیم یا ما بهشون دستور نمیدیم، خودشون تصمیم میگیرن. اما بالاخره سرویس‌های اطلاعاتی به خصوص آمریکا که شک چندانی وجود نداره ارتباطات اونها رو میتونن رصد بکنن، در بیابن که واقعا چقدر جمهوری اسلامی پشت اینها هست یا نیست. اگر اونطوری که شما میگید واقعا جمهوری اسلامی تا این اندازه پشتشون باشه، آیا به زعم تهران این نمیتونه یک عملیات انتحاری باشه و در یک نقطه کنترل از دست اونها خارج بشه و آمریکایی‌ها دست به اقدام مشابه بزنن؟ ببین موضوع اینه، جمهوری اسلامی بسیار تست گام به گام میکنه. یعنی شاید اگه الان ترامپ سر کار بود، من به شما قول میدم که جمهوری اسلامی یه دونه از این کارا رو انجام نمیداد. اون میاد تست میکنه، میبینه که مثلا این کارو انجام دادن، چه چیزی متوجه جمهوری اسلامی شد، یک مقداری میره بالاتر، یک مقداری دوزش رو بیشتر میکنه. از اون بر جمهوری اسلامی میاد میگه نه این کار ما نبوده، ما این کار انجام ندادیم. اون طرف متاسفانه بعضی از سیاستمدارهای غربی برای اینی که میخواهن مثلا الان به این بهانه که نه حالا نمیخوایم جنگ بیشتر بشه، میان میگن نه جمهوری اسلامی گفته که اینجوری نیست، برای اینه که اونها میگن که الان جنگ بیشتر نشه. اما جمهوری اسلامی مثل همون موضوع پولهای بلوکه شده است، این رو یک جایزه حساب میکنه، میگه تا مادامی که این موضوع به من جمهوری اسلامی به عنوان مسئولین جمهوری اسلامی، نه حتی مصالح مردم، نه اینها، بخواد ضرری نرسه، این رو میره جلو. چرا این رو میگه؟ به دلیلش اینه، میگه که من تأثیر رو اینها دارم ولی دستور نمیدم. یعنی اگر شما میخواهید با اینها مذاکره کنید، درش از ما باید رد بشه. میخواهد که اونها بیان سراغ جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، صحبت بکنه، به جای اینکه خودش رو یک طرف درگیر نشون بده. الان اگر طرفهای غربی بیان بگن نه شما طرف درگیر هستی، خب همون آمریکا سلاح‌ها رو گرفته، همون آمریکا چیزهایی که من دارم میگم او بیشتر ریزش رو میداند، چه کسی چه وقتی رفت، چه کسی کی آمد. اما سیاست من اون میگم جمهوری اسلامی رو پرنش رو کوتاه اومدن بایدن زیاد حساب کرده، تست کرده و اونها هم فکر میکنن که اگر الان مسئولیت رو به جمهوری اسلامی برگردونن، خب باید با جمهوری اسلامی برخورد بکنن. جمهوری اسلامی هم میگه تا وقتی که من نخواهم با من برخورد بکنم، اینها رو دوزش بیشتر میکنم. بعد اونها میان با من مذاکره میکنن و جمهوری اسلامی دنبال یک سری امتیازات دائمیه، نه امتیازات موقت. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی.